در خدمت جناب آقای فرزین فردیس هستیم، مدیر عامل سراوا، صندوق خطرپذیر. سوالی که الان میخوام بپرسم در رابطه با اکوسیستم استارتاپی ایران هست و نقش ونچر کپیتال ها در این اکوسیستم. دقیقاً چه کمکی رو این سالها ونچر کپیتال ها به استارتاپ ها کردن و آیا کافی بوده این کمک تا اینجا یا نه؟ ببین، تو سالهای گذشته ونچر کپیتال ها سعی کردن در یه دوره بیشتر در یه دوره کمتر که بیان و مشاهده بکنن که جذابترین در واقع ایده ها و تیم ها کیا هستن، و در این حالی که میفهمیدن که کار اینا برحال مخاطره داره و ریسک داره، کمکشون بکنن هم از منظر سرمایه و هم از منظر مشورت های حقوقی مالی اجرایی، که اونها بتونن اون ایده رو با اون تیم به شکلی در واقع پیاده سازی بکنن و به شکلی بهینه پیادش بکنن. اعتقاد من راستش خیلی ویسیامون نتونستن اونقدری که باید و شاید موفق باشن، چون دست و دلشون خیلی لرزیده و همواره این ترس و لرز کنارشون بوده، همراهشون بوده و اجازه نداده که همه آنچه در توان داشتن رو بیارن وسط. چرا در واقع دست و دلشون لرزیده؟ شاید یکی از مهمتریناش اینه که هرچی جلو رفتیم توی فضای اقتصاد نوآوری کشور، اینکه کی میشه اگزییت کرد و کی میشه در واقع به بازگشت سرمایه مطلوب سهامدارای وی سی رسید، کسانی که ریسک و مخاطره رو پذیرفتن و حاضر شدن این سرمایه‌گذاری رو انجام بدن هم نفعشون رو ببرن، ناامیدتر شدیم و در واقع به این نتیجه رسیدیم که اصلا اگزییتی انگار نمیتواند در کار باشه، یا اگر اگزییت هست، خروجی هست، بازگشت سرمایه هست، خیلی محدوده. این به نظرم یکی از اساسی ترین مسئله هایی که دینامیک کار کردن رو برای وی سی ها خیلی سخت و غیر قابل پیش بینی کرده. مسئله دوم اینه که دائما وی سی ها احساس میکنن که تو اکوسیستم در واقع نمیتونن روی تیم ها و ماندگاری تیم ها حساب بکنن. من به در واقع کوفاندر ها و استارتاپ ها هم خیلی حق میدم، چون واقعا دوچار این مشکل هستن که بر حال تو شرایط اقتصاد کلان کشور براشون خیلی از جوان‌ها سخته که پیش بینی بکنن که آینده‌شون چی هست و آیا میخوان بمونن یا نمیخوان بمونن. ولی نتیجه این مهاجرت‌های خیلی زیاد برای وی سی ام این بوده که هر وقت می‌خواستن سرمایه‌گذاری کنن، بجز این که آیا این ایده خوب هست یا نه، بجز این که این تیم آیا کننده هست یا نه، باید به این سوال دیگر هم جواب میدادن که این تیم ماندگاره یا نه. وقتی خب تیم موندگار نیست، نتیجهش این میشه، یا شما جوابی برای این سوال ندارید که تیم موندگار هست یا نه، نتیجهش این میشه که باز دست و دلت میلرزه و نمیدونی که چه کار بکنی. مسئله سومی که خیلی پررنگ برای وی سی ها وجود داشته اینه که ما کیفیت و کمیت زایشمون در ایده های در واقع نوآوران در کشور به نظر من یه شکلی در دورهای رو به پایین بوده و ما به نسبت سالهای اولیه که هم تعداد در واقع ونچر کرییشن های بالایی داشتیم و هم کیفیت بالایی داشتن این ونچر کرییشن ها، به طور متوسط که نگاه میکنیم ونچر کرییشن مطلوب دیگه ای نمیبینیم، زایش های جدید نمیبینیم، و انگار تو این رودخونه ای که این ماهی های آزاد دارن حرکت میکنن، میرن دوباره بالای رودخونه تخم ریزی میکنن، کیفیت تخم ریزی های بعدی اون کیفیت روزای ابتدای شروع اکوسیستممون یا روزای بلوغش نیست، و نتیجهش این میشه که نسل جدیدی که ما از ماهی های آزاد داریم میبینیم، این نسل نسل ضعیفتری هن به نسبت نسل گذشته، بیجونه، نمیتونه اقیانوس برسه، نمیتونه از همه اون سدهای در واقع سخت بگذره و اون شرایط و ناملایمات رودخونه و نمیدونم جنگل و نمیدونم اینها رو در واقع عبور بکنه و بره تو آبهای مثلا شور، اونجا بزرگ بشه، بالغ بشه و برگرده دوباره و به عنوان یک ماهی آزاد بالغ دوباره تخم ریزی بکنه. این ونچر کرییشن هم مسئله سوم بوده که وی سی ها باش مواجهن، و عملا وقتی کیفیت و کمیت در واقع استارتاپ ها ازش کاسته شده، نتیجهش این میشه که ما گزینه‌های کمتری برای سرمایه‌گذاری داریم. همون جایی هم که دست و دلمون در واقع میارزه نمیلرزه و برامون میارزه که سرمایه‌گذاری بکنیم، هم انتخاب‌های کمتری داریم، و انتخاب‌های کمتر یعنی بهینه‌گی کمتر برای انتخاب‌هامون. مسئله در واقع مهم بعدی همین بوده که ما دوچار مسئله تعدد ویسی شدیم، و هر کسی برای خودش، یعنی یه روزی این شعار رو فکر کنم همه شنیدن، هر ایرانی یک مثلا
چه میدونم شتاب‌دهنده هر ایرانی، یک استارتاپ، هر ایرانی یک ویسی هم انگار مثلا حالا نه به اون شدت ولی بازم وجود داشته. و به جای اینکه ما مجموعه ویسی هایی داشته باشیم که اعداد و ارقام بزرگ داشته باشن، ریسک پذیری های بزرگ داشته باشن، هی ویسی های کوچیک و کوچیک بسنده کردیم، نتونستیم شکل بدیم، نتونستیم فرهنگ کنار هم قرار گرفتن رو در اینا ایجاد بکنیم، نتونستیم ساختارهای حقوقی و قانونی درست بکنیم که اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن اهرم بشه نیروشون و توانشون، چه از نظر مالی، چه از لحاظ مدیریتی، چه از لحاظ حقوقی. و خروجی کار این شده که تعداد زیادی ویسی های کوچیک داشته باشیم به جای اینکه چندین ویسی تنومند و بزرگ که در واقع بار رو به دوش بکشن، جلو بزنن و باد رو بشکنن و بتونن در واقع صف شکنی بکنن. اینا به نظر من آسیب ها و در واقع معضلاتی که الان متفضا و اکوسیستم در واقع نوآوری از منظر ویسی ها بهش نگاه بکنیم دوچارش هستیم و باید براش فکر کنیم. با توجه به تمام چیزهایی که گفتین، مهاجرت نیروهای متخصص ما و نیرویی که دانش خیلی خوبی نداره، نیروهای جوانی که هنوز به بلوغ فکری برای ایجاد و خلق یک سری کسب و کار نوین ندارن، الان توی این مارکت هستن و شما باهاشون سر و کله دارید میزنید، و همه این معضلاتی که الان شما شمردین، 5 سال یا 10 سال آینده اکوسیستم استارتاپی ایران کجا میبینید؟ من به نظرم اگه بتونیم 2-3 تا از این مسئله های مهم رو حل بکنیم، آینده فوق العاده نوید بخشی میتونیم داشته باشیم. چون کیفیت نیروی انسانی ما علیرغم همه این مهاجرت ها هنوز قابل مقایسه است با منطقه و رقبای منطقه. حجم مسائل باقی مونده در اقتصاد ما که استارتاپ ها و شرکت های نوآور و شرکت های دانش بنیان میتونن حلش بکنن هنوز قابل ملاحظه است. جرم بحرانی جمعیت ما هنوز قابل ملاحظه است و پتانسیل های آشکار نشده و به منصه ظهور نرسیده اقتصاد ما خیلی بالاست. ولی اگه این مسئله رو نتونیم حل بکنیم، من در خم یک کوچه باقی مونم. خیلی ممنونم، محبت کردید. مرسی.